بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و علاقمندان برنامه رمضانی رای حق از شبکه جهانی رادیو تلویزیون آینه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم بینندگان گرامی، وقتتان بخیر، رمضانتان بخیر و خداوند متعال رمضانی خوب و خوشی را برای همه ما شما داشته باشه و طاعت و عبادت های ما پروردگار به دربار خیش منظور بگرداند. و باز هم خوشحال هستم عبدالمنیم مشتاق با یکی دیگر از برنامه های رمضانی مان در خدمتتان قرار داریم و تمنای همراهی شما را تا لحظات اخیر برنامه می داشته باشیم. و امروز هم در دوم ماه مبارک رمضان قرار داریم و طبق معمول برنامه ما پرسش و همچنان پاسخ به سوالات دینی شماست که در ارتباط به موضوع رمضان. البته شما میتونید که شماره های تماس برنامه ما بر روی صفحه تلویزیون هایتان به نمایش گذاشته شده است که از او طریق شما میتونین تماس بگیرین. شماره تماس برنامه ما 0730-622-732 است که تماس بگیرین و اینجا از مهمان ویژه برنامه ما پاسخ سوالات خودتان دریافت بکنین. و همچنان زمانی که تماس میگیرین بلنگوهای تلویزیون هایتان کمی پخش بکنین، صدایشان را پخش بکنین تا بتانیم صدای شما را دقیق تر دریافت بکنیم. و امروز هم موضوع برنامه ما در ارتباط با مسائل رمضان و همچنان پاسخ به پرسش های رمضانی است که در ارتباط با مسائل رمضان صحبت خواهیم داشت. مهمان ویژه برنامه امروز ما عالم توانای کشورمان مولوی محمد منیر وزیری استاد پوهنتون در برنامه با ما هستند که همکار دائمی برنامه رای حق می باشند و انشاءالله که بتوانیم از این طریق پاسخ سوالات شما را داده بتانیم. و همچنان بله بینندگان گرامی، این ماه ماهی مغفرت هست، ماهی رحمت است و ماهی نزول قرآن کریم هست. بینن این ماه ماهی تجدید تعهد با خالق ما است. تلاش بورزیم تا با خالق خود، با رب خود ما خود تغییر بتیم تا بتانیم یک تعهد درستر، تعهد منظمتر و تعهد عالیتر به الله ایمان و رب من داشته باشیم. استاد بزرگوار خوش آمدین در برنامه، حضورتان بخیر باشد. بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که امروز شما را در برنامه ما دارید. تشکر از دعوتتون، خوش هستیم که در خدمت هموطنان و میهنان خود قرار بگیریم. سلامت باشین. همکارا تماس دارین؟ بفرمایید. بله، خواه تماس من قطع شد. دوستایی که تماس میگیرن، استاد میشه چون ماه رحمت و ماه مغفرت و واقعیت یک ماهی که واقعیت قرآنی هست، باید از این همه مسلمان ها و امت اسلامی باید استقبال خوبی از این ماه داشته باشن، در نخست میشه بگین که از ویژگی های مهمی که این ماه داره کدام موارد میباشه که صحبتی از شما در مورد ویژگی های مهم این ماه داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنان خدمت بینندگان نهایت عزیز. امین اکنون ما را از برنامه خوب رمضانی رای حق رادیو تلویزیون جهانی آینه مشاهده کننده و بیننده هستم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات این برنامه را تعقیب بکنن و اگر استفاده کامل، اگر استفاده اعظمی از سخنان ناچیز ما ببرن. بدون شک ماه مبارک رمضان یک سلسله ویژگی ها و خصوصیاتی را دارا می باشه که سایر ماه ها این خصوصیات، این ویژگی ها و این ممیزات را دارا نمی باشه. ویژگی اولی که این ماه مبارک رمضان داره نزول قرآن کریم است. با. شما می دانین در ماه مبارک رمضان قرآن عظیمشان فرود آمده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی هست که قرآن کریم در این ماه فرود آمده است. با. در سایر ماها قرآن عظیمشان فرود نیامده است. علامه قرطبی در تفسیر قرطبی می نویسد 4 کتاب آسمانی در ماه مبارک رمضان فرود آمده است، اما در روزه های مختلف قرآن عظیم شان
در 27 ماه مبارک رمضان فرود آمده است. اینا انزلناه فی لیلت القدر. پس یکی از ویژگی هایی که این ماه به خود احتوا کرده که قرآن به این ماه فرود آمده، یگانه کتابی که بشریت را از گرداب زلالت به ساحل نجات کشانید، این یک ویژگی بسیار خوبی ماه مبارک رمضان داره. ویژگی دومی که این ماه داره او ویژگی این است که شب قدر در این ماه می باشد. اون شبی که بهتر است از هزار ماهی که شب قدر در اون نباشد. لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر است از هزار ماه. 80 و چند سال عبادت به مثابه یک شب است. ببخشید همکارا تماس داریم. این ویژگی دومی از ماه مبارک رمضان است. ویژگی سومی که ماه مبارک رمضان داره، در این ماه هر عمل نیک به مثابه 10 و حتی به مثابه 70 تا 700 میرسد. بله. امروز اگر ما ببینیم، ما اگر نوافل میخونیم، اگر فرایض با تمام شرایطش ادا میکنیم، اگر تلاوت قرآنی عظیم شان میکنیم، اگر ذکر و اذکار میکنیم، امر بالمعروف نهی از منکر میکنیم، اجر و ثواب پاداش زیادی را الله نصیب ما میگردانه از سایر ماها که به این ماه. شما میدانین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جوادترین مردم ها بود، اما در ماه مبارک رمضان سخاوتش و دست بازش زیاد می شد از سایر ماها کدنه. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود مردم و سخیترین مردم بود، که حدیثی در صحیح البخاری می آید از طریق عبدالله ابن عباس روایت می شود. و حدیث حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ریح مرسله کدنه می گه نفش بری خلق و به مخلوق می رسید. همه دهم ماه جواد بود، سخی بود، و خصوصا در ماه مبارک رمضان. دلیلش چی بوده؟ عمدت القاری که شرح صحیح البخاری هست این حدیث توضیح میده و می نویسه، میگه به خاطر که اعمال چند میشه در این ماه، به این خاطر صدقاتی که کسی میده چند میشه، از این خاطر که خیرات و صدقاتی که کسی میکنه از سایر ماه فرق میکنه. از این لحاظ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سخی ترین مردم در بود در همه ماها و خصوصا در ماه مبارک رمضان. دیگه از ویژگی این ماه این است که رحمت در این ماه است، مغفرت در این ماه است، آزادی از آتش دوزخ در این ماه است. شما میدانین که در همه اوقات ما وقتی که دعا میکنیم دعای ما قبول میشه، اما در اوقاتی که روزه بدن باشیم، اما در وقتی که ما و شما دهن ما با روزه باشه ما دعا بکنیم، یکی از اجابت های دعا در این وقت است. این ویژگی در ماه مبارک رمضان است. شما میدانین که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگه ماها نگفته، در ماه رمضان گفته اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه و فی روایت فتحت ابواب السما و اغلقت ابواب النار و سلسلت شیاطین. وقتی که ماه مبارک رمضان داخل میشه، دروازه آسمان باز میشه و دروازه رحمت خدا باز میشه و رحمت خداوند جل جلاله سرازیر میشه و دروازه جهنم بسته میشه و شیاطین متمرد و در زنجیره ها کشانیده می شود و توسط ملائک می بنده الله جل جلاله. این ویژگی، این ممیزات، این خصوصیات تنها در ماه مبارک رمضان است. بسیار زود تشکر، بسیار زود سپاس از شما استاد. ولی بندگان گرامی، ماه ماهی رحمت است و همچنان ماهی است که جناب استاد گفتند که رسول گرامی صلی الله علیه وسلم یک گانه شعارشان در این ماهی بود که بینوایان را دریابید، کسایی که مساکین هستند، کسایی که مستحقین هستند اونا را دریابین و همکاری بکنین. بیندگان گرامی، میتونین شما پرسش های رمضانی اگر داشته باشین، شماره های تماس ما 0736227732
از میتونین که تماس بگیرین و پرسش هایی که داشتین با ما شریک بسازین. انشاءالله استاد در خدمتتان است، پاسخ خواهند داشت. استاد میشه بگین که بزرگترین حکمتی که خودتان در رمضان دریافتین و شاهدی آن بودین چی بود؟ بدون شک ماه مبارک رمضان حکمت ها و فلسفه های زیاد داره، اما حکمتی را که خودم ما در این ماه بسیار برکات میبینم. در این ماه سری سفره ها انواع مختلف از میوجات از غذاها را میبینم. در این ماه حکمت و فلسفه ای را که من میبینم انوار الهی را میبینم که از عرش در فرش میآید، از بالا از لوح محفوظ به پایان میآید. و حکمت دیگری را میبینم بهار مساجد را میبینم که نه تنها در ماهای دیگر، تنها در ماه مبارک رمضان، در سایر ماها هم مردم عبادت میکنن، اما لذت در این ماه بسیار زیاد است. اما طعم طاعت ما میچشیم و ذوق امو طعم ایمان میچشیم و میبینیم که بهار مساجد است. خار، جوان، طفل، زن، مرد و همگی مصروف و مشغول عبادت می باشه. یگانه مایی را که یک فضای آرام، یک فضایی که بسیار مطمئن که من احساس می کنم در ماه مبارک رمضان است. و به خودم هم انرژی تو احساس می کنم هر وقتی که ماه مبارک رمضان می آید. تعداد مردم میگه ما ضعیف میشیم، از ضعف جسمی اونا احساس میکنن. و من ای تو فکر میکنم تجربه که من دارم هم بودی معنوی خود قوی احساس میکنم، هم بودی مادی خود را که همین دو بود تشکیل میده حقیقت انسان. و انسان نیاز مبرم به تربیه هر دو بود داره، هم بودی مادی و هم بودی معنوی. و من ای تو فکر میکنم که در دو بود در ماه مبارک رمضان ما قوی میشیم، از لحاظ معنویت هم از لحاظ بودی. استاد، یک تجربه‌ای که ما از رمضان دریافتم این بود که خصوصا در هنگام افطار تمام جاده ها، تمام جاها خاموش است، گویا قیامتی برپا شده، گویا اینکه صدای اسلام از سر تنین انداز شده. این تو یک تجربه را استاد من از رمضان درس گرفتم. بدون شک وقت وقتی است که همگی منتظر امر خداوند جل جلاله است که چه وقت امر خدا صادر میشه، وقتی که منادی ندا میکنه، مؤذن اذان میگوید و هیچ کسی قبل از اذان و قبل از غروب اجازه برش و هیچ مسلمان و مؤمنی را نیست دست به طعام دراز کنه، دست به آب دراز بکنه تا وقتی که ندای ملکوتی بلند میشه و اما خاموش است. آنمو وقتم وقت قبولیت دعا است که جناب پیغمبر محبوب ما گفته از برای روزدار یک خوشحالی آنمو وقتی است که دیگر خوشحالی و که وقتی ملاقات با خداوند است. بسیار زیاد تشکر. استاد میشه بگین که در پرسش های دیگر ما بگین که کدام افراد میتونن استاد روزه بگیرن؟ شرایط وجوب روزه را کیها داره استاد؟ روزه یکی شرایط وجوب داره، یکی شرایط صحت داره، یکی شرایط ادا داره. بله. روزه به کسی واجب میشه اول او مسلمان باشه. یقینا. بدون شک روزه یک رکن سوم یا چهارم اسلام است. این به کسی است که در صورتی که او مسلمان باشه. یک شرطش همی است. شرط دومی روزه کسی که روزه را میگیره او بالغ باشه. برای طفل صغیر روزه فرض نیست، واجب نیست. اگر اونا قوت دارن میگیرن کدام اشکالی نیست. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته رفع القلم عن الصلاه، برداشته شده این حکم از سه کس، عن المجنون حتی یفیق، از دیوانه تا که جور شود، عن النائم حتی یستيقظ، کسی که خواب است تا که بیدار شود، عن الصبي حتی از صبی از طفل تا که بالغ شود، حتی یحتلم. شما ببینین که یکی از جمله شرطه های روزه بلوغ است که او بالغ باشد. نماز هم قسم است در شرطش. و شرط سوم عاقل باشد و بالای دیوانه روزه فرض نیست. چرا؟ او مرفوع القلم است، او در تحت تکلیف نمی آید. احکام خداوند جل جلاله او
متوجه کسی میشه که عقلش، فکرش، درکش کار بکنه. پس به بالای از این هم نیست. اما به طبقه اوناس هم اینا شرطی از این است که باید پاک باشد از حیض، پاک باشد از نفاس، که در این صورت روزه، نماز به بالای از اینا نیست. اینی شرایطی است که یک کسی که پاک بودن شرط است. دیگر شرطش علم به روزه داشته باشه، بفهمه که من روزه میگیرم و حتی توانایی جسمی و فیزیکی همی روزه مای مبارک رمضان داشته باشه. دین مبین اسلام شما میبینین که به چند تن از افرادی است که روزه مای مبارک رمضان فرض نمیدانه و برای اونا مکلف نیستن که اونمو حالتی که برشان پیش شده روزه مای مبارک رمضان پس استاد این افراد کی ها هستن؟ زمانی که ما شرایط وجوب رمضان را گفتیم که اشخاص را نام بردیم که اونها میتونن، صد اشخاصی هم هستن که روزه را گرفته نمیتونن، مشکلات دارن، مثلا افرادی که هن سال ما داریم نمیتونن، توانایی ندارن. پس بجز از اینها کی ها دی است استاد که اونها برشان روزه میشه که ما در شرایط صحت یا عذاب یاییم امیجا خیر تشریح میکنیم که هم وطنانی عزیزی ما بداند. یکی از او جمله کبر سن است. بله. سن بالا برا او را ما به نام شیخ فانی میگیم. یقینا. یعنی روز به روز او ضعیف شده برا از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی. اونا نمیتونه که طاقتی از این داشته باشه که روزه ماه مبارک رمضان را بگیرم. بله. وللذین یوتیقونه فدیه طعام مسکین وللذین لا یوتیقونه، بعضی کسا میگه اینه کسایی که طاقت نداره که روزه را بگیره باید اونا فدیه روزه را بگیرن. از اون جمله کیسته؟ کسایی که شیخ فانیسته اونا بری از اونا قضا نیست، چون که توانمندی از این را نداره که قضای روزه را بیاره. اونا چی بیتن؟ فدیه بیتن. فدیه را که شما میدانین که فدیه روزه امو یک چارک میباشه، خرد کم یک چارک، ده هر روزش یک چارک گندم یا از امو حبوبات یا پول و پیسهشه از امو باید چی بکنه؟ پرداخت بکنه، یا پولشه یا یک چاره گندمه او را. یکی دوم کسی که به طور مثال خانومی حامله باشه، این یک کمی وضاحت میخوازه یک دکتر یا یک متخصصی مسلمان برش بگویه اگر تو روزه مای مبارک رمضان میگیری اینمی روزه مای مبارک رمضان به حمل به طفلی که در رحیم تو هستی ضرر میرسانه، ایمیاد تانه کمی روزه مای مبارک رمضان نگیره روزه را بخوره. با رای حالش چی توست؟ با بینا فدیه نیست، وقتی به این قضایش هست قضا بیاره، این قدر فرق هست، چون که جور میشه، صحت مد میشه و بعد از اون طفل که تولد میشه با میتونه که قضای امو روزه مای مبارک رمضان بیاره. و سوم امو خانومی که شیرده هست شیر میده برای اطفال، اگر شیر برای طفل پیدا نشه به خاطر مصلحت طفل، به خاطر مصلحت اولاد، شریعت مطهره اسلام برش حکم میکنه که روزه را بخوره و وقتی که تا وقتی که نیازمندی تماس داره نمیشه. بله بله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم خیر. خیر برادر محترم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایین. و علیکم خیر. خیر سلامت و سیورورا مهربانی عبیدالله میدان ورزک. بفرمایین برادر عبیدالله جان. مادر مای را پخته نوا مهربانی سر مندل مریض در رجا و خوری کریبانی سر سوگ مریض ده؟ مریض ده سوگ مریض ده زما خبر آوره وروره زا. بله عبیدالله ورور آوره قطع شد. فکر کنم استاد امون قدر به ما به گوش ما گوش زد شد که گفتن مادر ما مریض است روزه بگیره یا نه. ما در این موضوع میاییم، موضوع ما همین موضوع. بله بفرمایید. خانم شیرده وقتی که به اولاد خود شیر میده
در اسنای روزه اگر شیر میتیه شیرش کم نمیشه که مشکل نیست روزه رو بگیره. بله. اگر میبینه که شیرش کم میشه توانایی شیر زیره نداره که تا نان نخوره تا طعام آب ننوشه که شیر نیست و طفل زایای طفلی جا متصور است، بناهن که شریعت میگه که به خاطر مصلحت طفل بعد روزه رو بخوره با بعد از او قضایش بیاره. ای تو نیست که به گردن یزی دیگه روزه نیست با بعد از او کمی مشکل بعد از رمضان قضایش بیاره بله. و دیگه کسی که مریض باشه بله. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. دیگه کسی مریض باشه، این مریض چگونه مریض باشه؟ قرآن که همینقدر مطلق ذکر کرد ولی ما مریضی که توانایی روزه گرفتن نداشته باشه بله. این دین به خاطر آسانی هست، به خاطر شفقت و به خاطر ترحم و دلسوزی است. وقتی که کسی که مریض باشه روزه را گرفته نتانه، مرد است یا زن است، یک دکتری متخصص مسلمان با ایمان با خدا برش میگه اگر تو همی روزه را میگیری اینمی روزه شکر تو را بالا میبره، یا یک یا بینایی چشم تایدست میتی، یا اگر اعضای فلج میشه، یا مرض زیاد میشه، یا مرض قند و شکرت بالا میره، یا گردای دای فعالیت میمونه، اینمی روزه به ضرر توسته. بله. برای مریض جایز نیست که خدا به علاقت بندازه که روزه بگیره روزه نگیره. باید در اینجا باید رخصت هست وقتی که خدا گفته که برد باید امر خدا را به جای بیاره. مریض بسیار آسان بگیم، بسیار هم وطنای ما هست مریضیش بسیار به حد دشوار است روزه را نمیخوره، این اشتباه هست. امر خداوند جل جلاله او را باید به جای بیاره که خود خدا گفته که وقتی که شما مریض هستین باید روزه را بخورین. یا مسافر، همین موضوع مسافر، اول مسافر کی را گفته میشه؟ چقدر راه را با این سفر فرق میکنه؟ در موتر است، در تیاره است، در هواپیما است، در چیست؟ بناهن علمای معاصر مجمع الفقه الاسلامی و بحوث اسلامی در اینجا وقتی که بحث میکنن سفر را اندازه کردن تخمینا 88 کیلومتر یا 89 کیلومتر راه را کسی افصد و چند متر را میشه. همین 88 کیلومتر را که کسی که از خانه دور میشه ای را مسافر گفته میشه. استاد اگر مثلا امی قدر وقت اینا طی بکنه مسافر امی 88 کیلومتر، اما توانایی از ایرا داره که روزه بگیره، بس در این صورت استاد روزه بگیره یا نه؟ یک همیشه نظریات فقها است، اما به نظری اکثر علما امیست که اگر جایش خوب است، راحت است، روزه گرفتن خوب است. اگرچه رسول الله صلی الله علیه و آله گفته روزه گرفتن در سفر از جمله نیکی ها نیست. بعضی لیس من البر الصیام فی سفر. امام شافعی سوی با یک تعداد علما میگه که تماس داریم استاد بخشید. بله سلام علیکم. و علیکم خیر خایده. سلامت اوسئ ورور. سو که لکم زاین تماس اخیسته نمو باید عزت الله در کابل چخواه. عزت الله جان ارور مهربانی مالده ما یا پشته نده مهربانی ارور مالده میده تکلیف لرم رجا اثر روکم ده بینیسم کنم. مهربانی ادامه بتیم برادر رو باید عزت الله جان وانی سمکنه میده تکلیف لاره تماس موقت شد فکر استاد عزت الله برادر تماس گرفته بود گفت تکلیف میده دارم آیا ما روزه بگیرم یا نه؟ اصلا در بعضی تکالیف بعضی امراض روزه فایده دارد که پیغمبر علیه السلام هم میگه سوم و تسیو. در بعضی امراض روزه ضرر دارد. در تکلیف میده اگر مو پزشک یا متخصص میده برش بگویه که اینمی روزی تو تکلیف میده تو را چند میکنه، زیاد میکنه، به زخم میده تبدیل میشه یا به بالاخره به سرطان میده، با بدون شک اسلام و شریعت برش میگه که روزی خدا باید بخوره. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. میشنوین برادر؟ بله. هلو
صدایتان نمیه برادر. تماس قطع شد. ای تو با یک میده دردی اندک روانیست که آدم روزه را بخوره. بسیار کم، یک کم تر او را بانه بگیره. بسیار مردم یک سرش هم درد میکنه، برو من مریض هستم، من روزه را میخورم. یک کمی دل درد میشه، من روزه را میخورم. من مریض هستم، خدا مریض گفته. یا میدیم کمی درد میکنه، او را دکتر در صورتی که بگویه که این امیر، حتی ای تو متصور شوه که هلاک میشه، ای تو متصور شوه که از این چند مرض دیگه نشد، اونو صورت بخوره روزه را. ای تو به مریضی کمک و به مریضی بسیار اندکی روانیست که یک آدم روزه خدا بخوره. موضوع بحث ما سری سفر بود. بله، سری مسافر بود. کسی که مسافر در سفر است. لکن کسایی که در سفر است امکانات داره، اتاق خوب داره، جای خوب داره، آب میرسه، نان برش میرسه، پس شب میخیزه، این بهتر است که روزه را بگیره. بهتر است که روزه خدا چی کنه؟ سال باشین تماس داره. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر. بخیر باشی برادر عزیز. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ میروایی سواسا تفیق آشرا تماس شدیم. میخواستم بپرسم که بید. روزه در چند سالگی فرض میشه؟ روزه در چند سالگی فرض میشه؟ تشکر میروایی جان. پاسختان استاد برتان میگه، جواب سوالتان انشالله منتظر باشین. سایست. بخیر، وقتتان خوش. استاد جوانی منام میرویس جان تماس گرفته بودن که روزه در سن چند سالگی فرض میشه. بسیار تشکر برادر عزیز. در اسلام سن بلوغ مشخص نشده، علایم بلوغ مشخص شده. ما برش میگم که امو واسو توانی روزه گرتنه میتونه، اسلام میگه بگیره. بسیار اطفالی هست که قوت داره، انرژی داره که روزه رو بگیره، ای خوب است بگیره برش، به خاطر از اینکه عادت میگیره. اگر بسیار مرحله های سخت ای تیر میکنه، اگر بسیار کسایی هست که سنش بسیار کلان هم است، برو میگه ما تا هنوز جوان نشدیم یا دستانی بلوغ نرسیدیم، بسانی بلوغ نرسیدیم، اینمی آدم با بسانی بلوغ هم برسه با روزه برای از این سختی میکنه، به خاطر تمرین، به خاطر از اینکه از این خورده بگیره. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ نجیب الله هستم، از ولسوالی درزاب. نجیب الله جان بفرمایید، پرسشتان مشارک بسازم. همی رمضان یکان تا میگن همی در اسفری در حتر میگن روزه میشکنه یکان چیز.